نظرتون آمریکا ایرانی کرده؟ ایران که قاعدتا بعد از عین الاسد باید به اکولیبریوم قدرت و به توازن قدرت با آمریکا رسیده بوده باشه، درسته؟ آمریکا چه کار می‌خواسته بکنه؟ آمریکایی که از غرب آسیا خارج شده، ببینید آمریکا مثلا می‌خواد بیاد وارد حمله نظامی به ایران شه، جالب جنگ شه و غیره، این از فهمی که ما تو این سال‌ها از ایران و قدرت نظامی شده می‌خوره بیرون بود. و من دقیقاً نکته خیلی نکته مهمیه. اینجا می‌خوام شما وایسین به ما کمک کنیم و بفهمیم. چون دقیقاً فهم ما در مقام حالا مخاطب طرفدار قدرت نظامی ایران این بود که ایران با موشک‌هاش، با فتاح 1ش، با فتاح 2ش، با شهرهای موشکیش، با همه اینها به جای رسیده که آمریکا خیال جنگ با ایران نداره. و این حرف آقای ظریف یاوه بیش نیست که باز من سایه جنگ رو از ایران دور کنم با برجام. خیلی سایه جنگ از ایران به واسطه مجموعه قدرت نظامیش از ایران دور شد و این سایه هم باز نخواهد گشت. برای همین که اگه آمریکایی‌ها باز بگن که همه گزینه‌ها روی میزه، ما میگیم این یک بلوف بیش نیست. در حالی که شما میگید که تهدید کرده، چه تهدیدی کرده ایران رو در بعد از 7 اکتبر؟ ببینید، بازدارندگی و تهدید دو مبحثه. یکی اینکه شما بتونی هزینه منطق هزینه فایده رو به رقیب تحمیل کنی که تو اگه بخوای به من حمله کنی، سودت و زیانت به هم جور در نمیاد و زیانت برات بیشتر خواهد بود، پس به من حمله نکنی بهتره، من به این راحتی ضربه نمیخورم و ضربه‌ای که من در جواب میتونم به تو و به همپیمانانت، به عربستان، به قطر، به امارات، به اسرائیل بزنم، زیان رو برای تو بیشتر. بازدارندگی که جمهوری اسلامی ایران تونسته علیه آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه، بازدارندگی اصطلاحا غیر مستقیم و بازدارندگی مثلثیه، بازدارندگی شبکه‌ایه، بازدارندگی که ما که نمیتونیم آمریکا رو 5 تا قاره اونورتر بزنیم، موشک قاره پیمایی نمیدونم 10000 کیلومتری هم که نداریم که، اما علیه متحدین آمریکا میتونیم بازدارندگی ایجاد کنیم. این کاریه که ما به خوبی تونستیم انجام بدیم و آمریکا در حالت عادی اگه بخواهد، مثل زمانی که تصمیم به حمله به صدام گرفت، زمانی که تصمیم به حمله به لیبی گرفت، بخواد تصمیم به حمله به ایران بگیره، ایران این منطقه هزینه فایده رو میتونه به آمریکا تحمیل کنه که در جوابی که من تو منطقه به تو میدم این به ضرر تمام میشه، تو از حمله منصرف شو و این کار ما تونستیم. اما یه موقعی هست تهدید و بازدارندگی در لحظه بحرانی، در لحظه حساس، نه برای حمله، برای تحمیل اراده صورت میگیره، برای اینکه شما رو در لحظه از انجام دادن کاری صرف نظر بکنه. خب این یه تهدید دیگه است، این یه بازدارندگی دیگه است، این در لحظه بازدارندگی یه بحث دیگه است. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان یک قدرت هسته‌ای، متاسفانه کماکان ابزارهایی داره که در لحظه بحرانی، در لحظه حساس، تهدیداتی جمهوری اسلامی ایران بکنه که جمهوری اسلامی ایران رو از انجام دادن اقداماتی صرف نظر بکنه. ما با این قاعده غیر آشنا نیستیم، بارها شنیدیم، بارها دیدیم جمهوری اسلامی ایران در منطق هزینه فایده خودش خیلی از اتفاقات رو زیر سیبیلی رد کرده رفته. مثل چی؟ خیلی از اتفاقات رو، مثل ترور شهید فخری زاده، یا حتی خیلی ها باور دارن در زمان ترور شهید سلیمانی اون جوابی که آنچنان باید میدادیم رو ندادیم. اما چرا؟ به خاطر تهدید آمریکا بوده؟ ما که با این رو اصلا پاسخ دادیم که بالاخره شما زمانی که درسته، حالا اون یه بحث مفصل داره که چه اتفاقی اونجا افتاد، ولی بالاخره شما تنش رو از یه حد بالاتر، زمانی که وارد یه جنگ میخوای بشی، اون طرف قدرت هسته‌ایه و میتونه 5 قاره اونورتر تو کاخ سفید بشینه، هیچ آسیبی نبینه و به زیر دریاییاش یا F-35ش دستور بده که حملات هسته‌ای به تو بکنه، اون محاسبه بازی فرق میکنه. ما که دیگه حزب الله تو مکزیک نداریم جواب آمریکا رو بدیم، ما که دیگه حوثی ها توی کوبا نداریم که. و زمانی که آمریکا در یک مرحله عادی باشه، در یک جایگاه عادی باشه، مثلا ما از روی کار اومدن بایدن، بنده خودم بارها گفتم این قدرت هسته میانی ما بازدارندگی برای ما ایجاد کرده. چرا؟ مقالات متعددی اومد بیرون که الان آمریکا دیگه گزینه حمله نظامی روی میز است رو به ایران نمیتونه بگه. چرا؟ چون اگه به محض اینکه بخواد به ایران حمله بکنه
و اگه نتونه در حمله اولش، در ضربه اولش، ضربه اساسی به ایران بزنه و قدرت هسته ای ما رو نابود کنه در همون ضربه اول، جمهوری اسلامی ایران تازه میره سراغ بمب اتم و سه هفته ای بمبش رو میاره بالا و این خودش باعث بازدارندگی میشد علیه آمریکا و اسرائیل. این مقالات متعددی هست، من تو صفحه‌ام بارها گذاشتم ترجمه کردم. خب اما در لحظه بحرانی که بقای اسرائیل روی خطه، آینده نقش اسرائیل در نظم بین‌المللی روی خطه، الان اسرائیل داره برای بقای آینده خودش در اثرگذاری در نظام بین‌الملل می‌جنگه، یه جنگ عادی نیست برای اسرائیل. اسرائیل اگه حماس نابود نشه و این جنگ رو طوری تموم کنه که اتفاقی برای حماس نیفته، اثرگذاری اسرائیل در آینده نظام بین‌الملل زیر سوال رفته. چیزی که ما مثلا برای خودمون می‌خوایم تصور کنیم، اسرائیل داره برای جایگاه آینده خودش، اسرائیل داره برای 30 سال آینده خودش می‌جنگه. خب و ما میدونیم رابطه آمریکا و اسرائیل بزرگترین استثنای کل تاریخ روابط بین الملل بوده و هست، به خاطر لابی اسرائیل و حال مسائلی که شما هم بارها توی این برنامه بهش پرداختید. خب و وقتی دست حمایت، دست کمک از آمریکا دراز میکنه، آمریکایی که میخواد بیاد اطمینان حاصل کنه که محور مقاومت حزب الله ایران وارد نمیشن، یا باید ابزار مذاکره بده یا باید ابزار تشویقی بده. ابزار تشویقی چی میخواد بده؟ مثلا من باور ندارم چه ابزار تشویقی خاصی مثلا توی مدت داشته باشه، علیرغم اینکه همون 6 میلیارد دلار گفته میشه که همین قضیه گفته میشه آره اون 6 میلیارد دلار رو به عنوان تهدید استفاده کرده. یعنی یاد باشیم بلینکن بلافاصله گفتش که اون 6 میلیارد دلار فریز میشه، از قطر خواستیم که فریز کنه، بعد دوباره عقب رفتن، جلو رفتن. گفته میشه که در پشت وعده های برای رفع تحریم ها دادن و غیره. و حالا من سوالم اینه، چون از ابوالفضل بازرگان من یه جمله شنیدم که در ذهنم هک شده و اونم این که امنیت با امنیت قابل مبادله است نه با اقتصاد، درسته؟ و برای همین حتی مثلا یکی از دوستان بر اساس مقاله هایی که حالا در فارن پالیسی و غیره بودش و در مطالب روسی هم بود، که یکی از انگیزه های اسرائیل برای این حمله به غزه منابع نفتی و گازی بیرون دریای غزه است. من شخصا گمان میکنم که نه، برای اسرائیل امنیت به خطر افتاده و حاضرن که نفت و گاز هم بدن که این امنیت برگرده. نمیتونه، چون امنیت رو فقط با امنیت مبادله میکنه، امنیت کالایی نیست که من بخوام با اقتصاد. همین من تعجب میکنم که این حرفای مثلا ایران به خاطر مثلا مشوقهای رفع تحریمی از ورود بیشتر به غزه جلوگیری کرده باشه. من چیزی که میفهمم از حرف شما اینه که در واقع ایران و آمریکا رو ما در نظر بگیم مقابل هم دیگه، چون جنگ جنگ بزرگان و اسرائیل جز این بزرگان نیست به نظر من. اسرائیل بزرگترین asset نظامی آمریکاست. به قول رابرت کندی که تازه قراری که نظامی جدایی کنه از آمریکا، میگه این بزرگترین ناو رزمناو هواپیمابر تاریخ آمریکاست. خب این در مقابل حزب الله که مهمترین اسلحه ایران، یعنی تمام موشک ها فتاح و غیره رو بذارین کنار، هنوز که هنوز حزب الله بزرگترین به قول معروف رزمناو ایران در منطقه. این دو رزمناو رو و آمریکا میاد با تمام قدرت، با من چیزی که از شما میبینم این که احتمالاً تهدید اتمی کرده باشه ایران رو پشت این قضیه، با این تهدید اتمی ممکنه بلوف هم باشه ها، ولی وقتی کسی بلوف میزنم شما با یه آدمی که اینقدر قدرت داره وقتی بلوف میزنه با شوخی نمی کنید. و از اون ورم ایران این شانس رو داره که تمام قد وارد شه و این اسلحه به اسم حزب الله رو به خطر بندازه، یا اینکه ریسک نکنه، محافظه‌کاری کنه و اینو برای بازی‌های مهم‌تر حفظ کنه، درسته؟ و به نظر میاد که ایران آپشن دوم انتخاب میکنه، نه از روی ترس، از روی اینکه احساس میکنه که این اپیزود جنگ ممکن ادامه دار شه و من این اسلحه رو نباید از دست بدم، این مهمترین اسلحه منه. و اگه حزب الله، حالا حماس ممکنه که خدای نکرده مثلا حالا اسرائیل ادعا میکنه میخوام نابودش کنیم، ولی نابودی حماس هم خطری برای ایران متوجه ایران نمیکنه، اما نابودی حزب الله بعد دیگه واقعا دیگه تمام بازارندگی ایران تمامه در منطقه، از بین رفته و یک حفره بزرگ امنیتی برای ایران باز شده. درست میفهمم؟ کاملا همینطوره. ببینید نکته اساسی چیه در منطق عمق استراتژیک، بحث چی میشه؟ بحث این میشه که شما جنگ رو به مرز سوم برسونی. خب در مرز سوم مرز رقیبت باشه، مرز سوم که رقیبت آسیب ببینه و در حقیقت نیروی نیابتی شما جای شما به جنگ، مثل اوکراین که الان داره جای آمریکا و ناتو علیه اسرائیل میجنگه، علیه روسیه میجنگه، و پس فردا تایوان باید جای آمریکا علیه چین بجنگه. خب و در این منطق شما باید بتونی که در این عمق استراتژی از اون بازیگری که جای شما داره می جنگه حمایت بکنید.
و در این حال نمیخواهی که نابودی بازیگری که جای شما میجنگه رو ببینی. قرار نیست که اون بازیگری که جای شما میخواد بجنگه خدمت شما عرض کنم که رقیب تو ضعیف کنه، قربانی بشه که به نابودیش به ختم بشه. ما بازیگر عقلانی هستیم دیگه، یعنی در استراتژی نویسی یه زمانی هستش که یه لولوی رو یه جا نگر میداری، میگی این بودنش باز بیشتر به نفع منه تا اینکه بندازمش مثلا دوتا ضربه بخوره خودش نابود شه. خب بعدش چی؟ خب برای اینکه ما بتونیم از حزب الله طوری حمایت کنیم که حزب الله در این جنگ نابود نشه، خب، و یا خیلی ضعیف نشه، باید ما هم بتونیم حمایت کنیم دائما از حزب الله. چه زمان ما دائما میتونیم در این جنگی که بزرگ شده از حزب الله حمایت کنیم؟ زمانی که خودمون امنیت 100% و بازدارندگی 100% کامل داشته باشیم. ببینید آمریکا تسلیحات به اوکراین میده، بیلیون ها دلار به اوکراین پول میده، اطلاعات میده، همه چی میده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تو کاخ سفید نشسته ترس از این نداره که روسیه در جواب این حمایت آمریکا از اوکراین یه موشک بفرسته واشنگتن. اما قضیه ما با خدمت شما اسرائیل و دخالت آمریکا این وسط این گونه نیست. ما اگه بخوایم از حزب الله در یک جنگ تمام عیاری علیه اسرائیل حمایت بکنیم، حداقلش اینه که خودمون باید اطمینان کامل داشته باشیم که ما امنیم. بازی چند جا نمیشه. پس فردا آمریکا 4 تا F-35 بلند نمی‌کنه. تهدید هسته‌ای ما رو نمی‌کنه. و برای اینکه ما بخوایم از وجود اطمینان و بازدارندگی کامل خودمون مطمئن باشیم، باید در این منطق موازنه قوا دست برتر داشته باشیم. باید در مقابل بفهمم. همینجا وایسی داره مخاطب میگه آقا بالاخره ما وسط همین جنگ ها رفتیم و فتاح دور رو رونمایی کردیم، شهرهای موشکی ما هست، در به شکلی عین الاسد نشون دادیم. اگر اون به شکلی ناوگان رزمناو روزولت میره به اینجا زیر آتش ماست و خودش میدونه که نه فقط ما، حتی حوثی ها هم میتونن، انصار الله هم میتونه جوابشو بده و غیره. و این حرف شما با اون مخالف، یعنی چی که ما بازدارندگی نداریم؟ بس بالا شبیه سازی هایی که شده ما چگونه اسرائیل رو میذاریم، اینو توضیح بدیم برای ما. آیا ایران مقابل آمریکا بازدارندگی کامل نداره؟ نه، به خاطر ببینید جنگ یک مرحله ایه که شما باید در نظر بگیرید که شما بازدارندگی به معنای اینه که نذاری بهت حمله بشه، یا بازدارندگی به معنای اینه که شما در جنگ میخوای پیروز شی. تمام اون موشک هایی که ما ساختیم که به قوت به خوبی با افتخار ساختیم و باید بهش افتخار کنیم، باید بهشون افتخار کنیم، اینا قدرت نظامی ما منطق هزینه فایده رو برده بالا. یعنی آمریکا میفهمه که اگه بخواد به من حمله کنه، جوابی که از من میگیره جوابیه که به نفعش نیست. اما آمریکا در لحظه حساس اگه بخواد به من بگه تو حق نداری دخالت کنی، اگه دخالت کنی من با هسته‌ای میزنمت، این چی؟ به ما حمله نکرده که ما بخوایم جوابشو بدیم. اون تحمیل اراده است. این بازی ابرقدرت هاست. در بازی ابرقدرت ها بازیگران در حوزه امنیتی چیزی رو دیگه نمیتونن به هم تحمیل کنن. الان نه روسیه و نه آمریکا تهدید امنیتی به هم نمیتونن تحمیل کنن. و همینطور چین. الان ایالات متحده آمریکا اگه به جمهوری اسلامی ایران بگه آقای جمهوری اسلامی ایران، اوکی، من نمیتونم به تو حمله کنم، تو یه بلبشایی تو منطقه راه میندازی، کل دنیا به هم میریزه. قبول. عربستان به غلط کردن میفته، امارات به غلط کردن میفته، اسرائیل به غلط کردن میفته، ولی من که سر جای خودم نشستم تو واشنگتن. خب الان من میخوام بگم تو جنگ اسرائیل و غزه دخالت نکن، اگه دخالت کنی به هسته‌ای میزنم. کسی که نشسته تصمیم گیره در منطق محاسبه هزینه فایده خودش باید ریسک کنه یا ریسک نکنه. نظام بین الملل دیگه شوخی نداره. بلبشای دنیا هم روز به روز داره بیشتر میشه. مبحثی که ما متاسفانه بارها، البته من حالا اینجا دارم هی آروم میام که مخاطب یهو گارد نگیره علیه من، کسانی که منو میشناسن موضع منو میدونن،
چیزی که بارها من تاکید میکردم بر لزوم بازدارندگی هسته ایران همینه. من دقیقا هفته دوم جنگ غزه توییت نوشتم، گفتم اگه ایران جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی هسته ای داشت، تحولات غزه کاملا جور دیگری میشد. یعنی چی؟ یعنی نقش آفرینی بازیگری که از امنیت ملی خودش مطمئن باشه، نوع بازیش با بازیگری که از امنیت ملی خودش به طور 100% مطمئن نباشه قطعا متفاوته. شما حمایتی که میخوای از حزب الله بکنی و بازیگری که حزب الله میخواد بکنه، اگه بدونی تو از دور در امنیت کامل فقط میخوای هم حمایت بکنی، یه نوع بازیه. اما اگه بدونی که نه، تو هم اگه پات گرفتار شه و ممکنه دچار یه تحولاتی بشی، یه جور دیگه بازی میکنی. ببینید، ما در عین همیشه جمهوری اسلامی ایران موفق تونسته عمل کرده در عین افزایش قدرت خودش، اما خیلی جا هم محتاط رفته بالا. و یه جایی این احتیاط ما به قیمت عوض شدن نقش ما در منطقه ممکنه تمام شه. و اونجا یکی از جاهاش اینجاست. ما در منطق محاسبه هزینه فایده، بر منطق عقلانیت خودمون مجبوریم احتیاط کنیم. و این احتیاط ما پس فردا اگه جنگ ادامه دار بشه، اگه از یکی از سناریوها اینه که به سمت نابودی حماس پیش برن، به سمت گرفتن غزه پیش برن، حالا حماس که نابود نمیشه، ولی خب بالاخره به سمت گرفتن غزه پیش برن، و پس فردا این جنگ بخواد ادامه دار بشه، به سمت حزب الله لبنان پیش بره و ما کماکان مجبور باشیم احتیاط کنیم، و در این بین دنیا داره به سمت محکم شدن نظم آینده جهانی میره، عربستان داره میره، ترکیه داره میره، و ما دائما از ترس احتیاط خودمون یه پله عقب‌تر میمونیم. این خودزنی نیست، این صحبتی که بنده دارم میکنم، این در حقیقت آگاهی رسانی و تشویق و حد اکثر سازی قدرت. ما در این وضعیت پر ابهام گذار در نظم بین المللی، ما در این وضعیت تنش‌زا، ما در این وضعیتی که اسرائیل مثل یک گربه‌ای که کنج دیوار گیر کرده و ممکنه پاشه صاحب خودش هم یه چنگ بهش بزنه، ما در این وضعیت راهی جز حد اکثر سازی قدرت نداریم. و حد اکثر سازی قدرت در برابر بازیگری که هسته‌ایه، فقط داشتن هسته‌ایه. حالا شما درسته همه این موشک‌ها برای ما قدرته، ولی صدها هزار تا از این موشک‌ها رو هم شما بسازی، کاری که بازدارندگی هسته‌ای برات می‌کنه رو نمی‌کنه. با یک دونه بمب اتم، شما یک دونه بمب اتم داشته باشی، هیچ کشوری دیگه جرئت نمی‌کنه تهدیدت بکنه. یعنی الان کره شمالی بازدارندگی بیشتری از ایران داره؟ 100%. اوکی، حالا با همون منطق اسرائیل هم قدرت اتمیه، الان اسرائیل بازدارندگی بیشتری از ایران داره؟ الان اسرائیل بدون آمریکا بازدارندگی داره؟ اسرائیل از داخل خورد. نه ببینید، اسرائیل از داخل خورد، اسرائیل از هیچ دولتی نخورد. الان چرا هیچ دولتی جرئت نمیکنه تو دنیا حتی علیه اسرائیل حرف بزنه؟ قدرت هسته‌ایه. چرا بعد از اینکه اسرائیل هسته‌ای شد خودش تمام جنگ عرب به واسطه حمایت آمریکا پشت سرشه؟ الان واقعا این جفتش تاثیر داره. ببین، اسرائیل به لحاظ جغرافیایی آسیب پذیره، ولی این اسرائیل به عنوان که قدرت هسته‌ای بود، خودش بازیگر تعیین کننده شده. تعیین کننده است که شما قدرت هسته‌ای داشته باشی. شما تمام بازی‌ها و جنگ‌های عرب و اسرائیل بعد از هسته‌ای شدن اسرائیل تمام شد.